سلام و خسته نباشین. و شگوفه حسنی در چندمین لکچر ماست، سی و هشتمین جلسه ماست در سیستم عامل لینوکس. و در جلسه قبلی ما روی صلاحیت ها بحث کرده بودیم، صلاحیت استاندارد ما گفتیم که کدام صلاحیت ها را داریم و ده کرکتری که در یک فایل بر ما نشان داده میشد روی ازو بحث کردیم. ادامه همو جلسه ماست، ده کرکتر یک بار در یک فایل میبینیم، چندین فایل را امتحانی چک میکنیم، میبینیم که ده کرکترش کدام موضوعات است و بعدش را میریم با ریفرنس ها آشنا میشیم. ریفرنس هایی که با استفاده از دستور CHMOD در بخش تعیین صلاحیت ها استفاده میشه و همچنان یکی از مثال ها در بخش تعیین ملکیت یا اونرشیپ باقی مانده بود که گفتیم که هر وقتی که روی ترمینال رفتیم اون مثال هم کار میکنیم. خب در اول بیاین که امون مثال اونرشیپ کار کنیم، گرچه بس باز دوباره به اونرشیپ میره، اما او یکی از گزینه های مهم بود که باقی مانده بود. بعد از او جلسات داشتیم که روی ترمینال کار نکرده بودیم، حالا که روی ترمینال است امون مثال را کار میکنیم. گزینه change owner space minus r colon بود، گفته بود که در یک دایرکتوری وقتی که ما بخواییم که امی اونر یوزر اونر و گروپ اونر شد تغییر بدیم، در داخل دایرکتوری هر قدر فایل و سب دایرکتوری هایی که داره او هم تغییر میکنم. بیاین یک فایل، یک دایرکتوری بسازیم، mkdir مثلا به نام نیو، خدا کنه نداشتم باشیم. اوکی، یک دایرکتوری به نام نیو ساختیم، ls space minus ld نیو، این هم اونرش و این هم بخش پرمیژنش. روی پرمیژنایز میایم، اما ما میخواییم که داخل امی دایرکتوری یک چند فایل را اضافه کنم. میشه که این وی هم کنیم فایل ها را، میشه که داخلش بریم فایل ها میجاد کنیم. من داخلش میریم فایل ایجاد میکنیم، داخل دایرکتوری نیو هستم، با استفاده از تچ یک فایل میسازم به نام f1، فایل خالی، و یک دایرکتوری میسازم، یک سب دایرکتوری میسازم به نام d1، ls میکنم. حالا داخل دایرکتوری نیو یک d1 دارم و یک f1 دارم. اگر میبینم اونرشیپ از یکیست، ls minus ld اونرشیپ از یام عبدالله و ls minus li بکنم، اکی این برای نتیجه بهتر میده. اونرشیپ فایل و فولدر که داخل دایرکتوری نیو قرار داره عبدالله است، از خود دایرکتوری هم کیست عبدالله است. من از این دایرکتوری میبرایم و میرم روی دایرکتوری اونرشیپ تطبیق میکنم که فایل ها و دایرکتوری های داخلشان تغییر کنه. میگم سودو chmod equal چی minus r کی را داشتیم ما در یوزر هایی که قبلا ساخته بودیم. بیاین از اینجا یک یوزر انتخاب کنیم، یوزر حمید و گروه حمید را میگیم برای از این دایرکتوری تعیین کنه. حمید برای کدام دایرکتوری؟ دایرکتوری نیو. یک دو سه چهار پنج. اوکی، من اشتباه کردم، نه CHMOD در فکر چی رفتیم، حق دسترسی یا پرمیشن چنج اونر، نه چنج اونر ماینز ار. اوکی میگه دن، گفتیم چنج کو امی گروه و یوزر اونر دایرکتوری نیو را به حمید، چون از گزینه ماینز آر کار گرفتیم داخل دایرکتوری هم چیزایی که هست باید تغییر کرده باشه. حالا اگر ما ls ماینز li بکنم کدام دایرکتوری را؟ دایرکتوری نیو را. ببینید داخل دایرکتوری نیو یکی
D1 داشتیم که سب دایرکتوری بود و یکی هم F1 داشتیم که فایل بود. اونرشی به هر دیش کدام شده؟ حمید حمید. اما قبلیش کدام است؟ این قبلیش. قبلیش کیسه؟ عبدالله عبدالله. خب این کماند باقی مانده بود از بخش اونرشیپ. اگر شما بخواید که گزینه های زیادتر شو ببینید، ما باید در کجا بریم؟ معنی چنج اونر، معنی چنج اونر بریم اینجا. ماینز سی، ماینز اف، ماینز وی، ماینز اچ، همش نوشته است که ما کدام گزینه ها رو میتونیم که کار بگیریم. خب کیو رو پرس میکنیم از اینجا میبریم. میریم پس به موضوع بعدی ما که تعیین حق دسترسی بود به فایل ها. خب حق دسترسی به فایل ها رو گفتیم ده کرکتر است و ما با استفاده از ls-li دیده میتونیم. من ls-li میکنم هر قدر فایل و دایرکتوری دارم، یعنی جزئیات حق دسترسی شو ببینیم. مثلا فایل 4 است. فایل 4 رو در بخش پرمیشنش میم کرکتر اول ما نشان دهنده نوع فایل است. یک دو سه کرکتر ما مربوط یوزر گفتیم میشه. یک دو سه دیگه ما مربوط گروپ میشه و سه آخر، سه کرکتر آخر ما مربوط ادرس میشه. خب این بخش ها رو دیگه بس کردیم، روی زینه میریم. بس ما روی امی برمیشن است. در اینجا برای یوزر کدام اجازه داده شده؟ اجازه رید و راید و اکزیکیوت داده نشده، فقط رید راید. برای گروپ کدام اجازه داده شده؟ برای گروپ اجازه رید و رایت و برای ادرس چی داده شده؟ فقط اجازه رید. اونایی که اجازه داده نشدن چی است؟ صفر یا که مو منفی است. نه؟ اگر در فایل دیگه بیایم این قسمت بیایم، یک دایرکتوری است، نه؟ دایرکتوری ال. شروع ما چیست؟ دی. دی به معنی است که دایرکتوری است. رید رایت اکزیکیوت برای فایل، read, write, execute برای گروپ، read, write نداره و execute برای others ده اینجا. به این شکل تمام اجازه ها را که ما ببینیم فرق میکنن و ما میتونیم که این اجازه ها را تغییر داده بتانیم. مثلا خب بعدش باز ما خود ما که اجازه ها رو دادیم، باز تست میکنیم که براستی نمی کسی که در فایل اجازه رید داره رید کرده بتانه و یکی راید داره راید کرده بتانه و یکی اکزیکیوت داره اکزیکیوت کرده بتانه. خب این هم دیدیم و میریم در بخش ازی که ما با استفاده از کدام کماند میتونیم که امی حق دسترسی رو تغییر بتیم. او کماند سیج مود است یا چنج مود. از پیش ما انتر شده، ما انتر نیاز نیست. با کماند چنج مود ما این کار را کرده میتونیم. چنج مود باز با خلاصه ها کار میکنه، به این معنی که اگر ما بخوایم برای یوزر ها صلاحیت بدیم، یوزر را به چی نشان میدیم، گروه را به چی نشان میدیم و ادرس را به چی نشان میدیم و با استفاده از کدام علامه ها ما ست میکنیم. یک بار روی تخت تک چند مثال را میبینیم که با کدام رفرنس ها سی اچ مود کار کرده میتونم. تا به این قسمت فقط ده کرکتر را شناختیم، کماندش را شناختیم که سی اچ مود است. اگر از سی اچ مود کار بگیریم، در اول ما باید با این مخففات آشنا شویم. مثلا اطور میگیم اونرشی و بر کی ها میموندیم؟ اونرشی و بر کدام یوزر ها؟ برای کدام افراد؟ یک برای یوزر، دو برای گروپ، سه برای ادرس. ادرس تعیین میکردیم، صحیح؟ و اگر حق صلاحیت تعیین شد، ده کرکتر که مربوط هر کدامش میشه، یک دو سه بیس، یک دو سه بیس، یک دو سه بیس و یکم نو فایل ما نشان میده. و کماندی که به خاطر از این کار استفاده میشه سیج مودس، این هم کماند نشان.
حالا اگر با استفاده از سیرمود ما بخوایم که امی حق دسترسی رو تعیین کنیم، یوزر اتو نوشته نمیشه که یوزر مساوی مثلا بر رید و راید و اکزیکیوت، نه، اینا از خود مخفف میشن. یو مساوی است با یوزر، یو مساوی است با یوزر، جی مساوی است با گروپ و او مساوی است با ادرس، ادرس با او نشان میده و ای مساوی است با آل، آل. یعنی اگر برای تمامش ما صلاحیت تعیین کنیم، باز دو حالت چی میگیریم؟ ای میگیریم که همیشه در بر بگیره. و با استفاده از چی ما برای یوزر، گروپ، ادرس و ای اجازه های رید رایت اکزیکیوت را میتیم؟ در اینجا به شما گفته که از علامات مساوی، جمع و منفی برای پس گرفتن شست. از کدام علامات کار میگیریم؟ جمع، مثبت، مساوی و منفی. این سه علامه باعث میشه که ما اجازه های رید رایت اکزیکیوت رو برای زیر می سه کاتگوری افراد بدیم. خب اجازه های خود رو هم نوشته میکنیم. اجازه ما چیسته؟ اجازه ما بود رید رایت و اکزیکیوت. علامه ما مثبت اجازه رو میده، مساوی هم اجازه میده، ماینس یا منفی اجازه رو میگیره. با طریقای مختلف میشه که ما اینا را میکس کنیم کار بتم. مثلا یکی از مثال ها را اگر کار کنیم برای یوزر، بگویم که بر ما یک سناریو داده شوه، بگه برای یوزر اجازه رید و راید و اکزیکیوت را بده، با گروپ رید و راید را بده، با دیگران اجازه دیگه میفید سرچا پشت اکزیکیوت شده بگیره، اجازه رید و بده. این سناریو را اگر با کسی برای ما بدن بگیره تطبیق کن. ما یوزر را به یو نشان میدیم، گروپ به جی، ادرس به او. با استفاده از ای علامه این اجازه ها را ما میتونیم که سید کنیم. یوزر ما اتر میشه، یوزر ما میشه یو جمع read, write, execute. گروپ میشه جمع یا مساوی، هر کدام شما میده read, write. آر ما میشه، آر نه، او ما مساوی میشه با آر. من میتونم که مساوی نوشته کنم یا میتونم که مثبت نوشته کنم. اگر ما پس همی اجازه رو بگیرم یو منفی read, write, execute، جی منفی رید رایت اکزیکیوت، او منفی آر، آر پس منفی چی میکنه؟ پس میگیره. اگر ما بگیرم با استفاده از آل سید کنم، ای مساوی با رید رایت اکزیکیوت، ای چی میکنه؟ برای همش اجازه بده رید رایت اکزیکیوت. خب این ریفرنس هایی بود که ما میتونیم که با استفاده از دستور سیجمود کار کنیم. و یک جدول است، مثلا گفته یو مثبت اکس، یو مثبت اکس به این معنی که برای یوزر اجازه اکزیکیوت داده شده، یو ماینس اکس پس اجازه اکزیکیوت ازش گرفته شده، مثبت اکس خالی به این معنی که به عوض ای اگر مثبت را نوشته کنیم ای هم آل معنی میده. مثلا مثبت رید رایت اکزیکیوت، تمام اجازه برای همگی داده شده. O minus RW یعنی اجازه رید و راید از ادرس گرفته شوه و GO یعنی گروپ و ادرس مساوی است با RW رید و راید برای گروپ ادرس داده شوه. U جمع X و GO equal RX. خب با شکل‌های مختلف ما میتونیم اینا را میکس کنیم و این بهتر است که ما باز روی مثال‌ها اینا را کار کنیم که چطور ما تطبیق میکنیم. جلسه بعدی اینا را روی مثال ها تطبیق میکنیم. برای جلسه فعلی وقتتان خوش.